همکارانم بابک اسحاقی از تل آویو و آرش علی از کنگره آمریکا با ما همراه میشن. مستقیم میریم به تل آویو. بابک، تازه های جنگ رو از تو بشنویم. صحنه میدانی جنگ همچون صحنه سیاسی جنگ پر از آشوب، آتش و دود هستش. امروز من در جنوب اسرائیل در داخل نوار غزه بودم و با اینکه شمال نوار غزه به ما نزدیک بود، اما لحظه ای صدای توپخانه اسرائیل، رگبار مسلسلها و دود و آتشی که از شمال و مرکز نوار غزه بلند میشد قطع نمیشد. با آنکه سلطه اسرائیل تقریبا در شمال نوار غزه گفته میشه که کامل هست، اما این نشان دهنده این هست که چرا جنگ طولانی مدت خواهد بود. بسیاری از گروه‌های انفرادی حماس بدون اینکه ستاد و یا فرماندهی پشت خودشون داشته باشن، در حالی که RPG و کلاشینکوف در دست دارن، هر چند گاهی از جایی بیرون میان و به سوی اسرائیل آتش میگشاین. در جنوب نوار غزه هم همچنان در محله هایی چون خان یونس نبرد بسیار سنگینی در اونجا اتفاق میفته. در اونجا برای اسرائیل هم بسیار سخت‌تر هستش، زیرا در محله‌ای هستن که بسیار متراکم هست، منطقه ای که هنوز در اون بسیاری از شهروندان غزه، چه اونهایی که در اونجا زندگی میکردن و چه اونهایی که از شمال نوار غزه به اونجا رفتن، هنوز اونجا هستن و احتمال اینکه تلفات بیگناهان در اونجا بالا بره زیاد هستش. اما در شمال اسرائیل هم همانطوری که گفتید همچنان نبرد و تبادل آتش ادامه داره. نیوشا دقایقی پیش آژیر خطر در شهر کریات شمونا به صدا در اومد. در شمال اسرائیل، شهر بسیار بزرگی که تماما خالی شده و کسی در اونجا زندگی نمی‌کنه، حزب الله لبنان گفت که 11 موشک به سوی کریات شمونا پرتاب کرد. اسرائیل میگوید که چند تا از این موشک ها به چند جا در داخل شهر اصابت کردن، یکی از اونها حتی به یک خانه خورده که کسی در اون نبوده و تلفاتی به جای نگذاشته. اما در رابطه با موشک‌هایی که به سوی اسرائیل پرتاب میشه، باید گفت که جز در شمال اسرائیل، در جنوب اسرائیل تقریبا 24 ساعت است که هیچ موشکی به سوی اسرائیل پرتاب نشده. شاید نشانی از ناتوانی‌های حماس در پرتاب موشک داره. ممنونم از توضیحاتت بابک. اما آرش، واکنش اینجا در ایالات متحده چیه؟ گزارش‌هایی هست که آنتونی بلینکن برای چندمین بار از زمان آغاز جنگ عازم اسرائیل. هفته آخر سال هست و به نظر میاد که تلاش های دولت بایدن فعلا تا زمانی که سال جدید میلادی اتفاق نیفتد و اینجا کنگره دوباره آغاز به کار نکند، در زمینه کمک به اسرائیل فعلا به بن‌بست خورده است. در روز چهارشنبه آقای مایکل والتز، نماینده ایالت فلوریدا از حزب جمهوری‌خواه، گفت این کاری که الان اسرائیل دارند انجام میدهد در غزه فقط کوتاه کردن علف هرز تروریسم است و اگر واقعا آمریکا میخواهد که تروریسم از ریشه بخشک کند، باید برود سراغ جمهوری اسلامی و جیب جمهوری اسلامی را هدف قرار بدهد و سعی کند که پول رو قطع کند از حماس. و ایشون به شدت انتقاد کرد از دولت بایدن و گفت باید 180 درجه برگردد دولت بایدن به فشار حداکثری و سعی کند صنعت نفت ایران رو هدف قرار بدهد. البته این رو بگویم که در کنگره آمریکا همه هم مخالف نیستن با اون چیزی که آقای بایدن داره انجام میده در مورد اسرائیل. حتی در حزب جمهوری خواه اینجا سناتورهای مثل لینزی گرام هستند که حمایت میکنند از سیاست خارجی دولت بایدن. از آنتونی بلینکن بارها قدردانی کرده است آقای لینزی گرام به خاطر تمام این فعالیت های دیپلماتیکی که انجام میدهد. و در طول آخر، در واقع هفته آخر سال هم، الان امروز روز چهارشنبه، ما داریم زمزمه هایی میشنویم در آمریکا در مورد نگرانی از احتمال وقوع حملات تروریستی در جریان جشن سال نو میلادی، و این هم باعث شده است که بعضی از شهرها مثل نیویورک بگویند که شهردارش بگوید که تدابیر امنیتی شدیدتری میخواهد اتخاذ بکند، از اینکه از حراس از اینکه بخواهد اتفاقی بیفتد در طول جشن سال نو در مخصوصا مناطقی مثل منطقه تایمز سکوئر نیویورک در جزیره منهتن که میدونیم هر سال تقریبا
صدها هزار شاد بعضی وقتا میلیون ها نفر میرن برای جشن سال نو در اون منطقه و بسیار منطقه شلوغی میشود. در امریکا همچنین امروز به شدت از دولت بایدن انتقاد میشود به خاطر نوع سیاست جرقبال حوثی ها و اینکه امروز ما چندین و چند مقاله دیدیم از رسانه های مختلف آمریکایی که میگویند که دولت بایدن در زمینه اینکه بخواهد با امنیت دریایی منطقه دریای سرخ رو بخواهد تامین بکند، به نظر میاد بر سر دوراهی گیر کرده است، یا باید انتخاب کند که وارد جنگ بشود با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به طور مستقیم. شنیدیم از کارشناس برنامه، یا باید برود سراغ زدن اون لانچرها و برود در داخل خاک یمن بخواهد یک سری عملیات انجام بدهد که در سال آخر ریاست جمهوری بایدن شاید برای آقای بایدن بد هم نباشد. چیزی نیست که کاخ سفید بخواهد از اون گریزان باشد برجهد. منتظر خواهیم ماند و خواهیم دید که چه تصمیم میگیرد آقای بایدن. آرش علی از کنگره آمریکا، بابک اسحاقی از تل‌آویو همکارانم، از هر دوی شما ممنونم.